سلام ماست یونانی یه اسم آشنا و یه محصول خوشمزه لبنی برای هممون یه ماست تقریبا سفت و قلیز که همه جای دنیا هم به این اسم میشناسنش تا الان از خودتون پرسیدید که آیا واقعا این ماست خواستگاه تولید یونانه؟ برای چی بهش میگن ماست یونانی؟ و این ماست چه فرقی در تولید و مواد مغزیش با ماست معمولی داره؟ اگه دوست دارید جواب این سوالات رو بدونید این اپیزود مخصوص شماست که از پادکست لبنیات و غذا در اپلیکیشن های پخش پادکست و کانال یوتیوب هم به آیدی دکتر معید نیا میشنویدش خب بریم سر وقت داستان قشنگ ماست یونانیمون اینو میدونیم که ماست یکی از قدیمی ترین، خوشمزه ترین و پرمصرفترین محصولات تخمیری شیریه که پیشینه تولیدش به سالهای بسیار دور برمیگرده. قدیما وقتی ماست درست میکردن و این ماستشون کم کم در اثر گذشت زمان ترش میشد برای اینکه بتونن بیشتر نگهش دارن آبگیریش میکردن یعنی خیلی ساده اون ماست رو توی کیسه میریختن آبیزونش میکردن تا آبش خوب گرفته بشه که اینطوری میشد یه ماست سفت و اصطلاحا چکیده که الان هم ما این ماست چکیده رو خیلی خوب میشناسیمش میخوام بگم که پایه و اساس ماست یونانی هم برمیگرده به این سیستم آبگیری از ماست یعنی ماست یونانی در واقع یه ماسته چکیده یا آبگیری شده یا یا یوگورته. گرچه که تولید این ماستایی چکیده و آبگیری شده در یونان به لحاظ تاریخچه ای پیشینش به قرن پنجم قبل از میلاد برمیگرده یعنی در تاریخشون اینطوری ثبت شده ولی تولید اولیه ای این ماستا از خاورمیانه میانه شروع شده کشورهایی مثل ترکیه و حتی ایران خودمون. اما جالبه که در دهه 1980 میلادی این ماسته چکیده توسط یه شرکت یونانی با یه اسم تجاری دیگه وارد بریتانیا میشه و از اون موقع به بعد این ماستا به اسم ماست یونانی معروف میشن تا جایی که الانم اسم دیگه و پرکاربرد ماست چکیده یا ماست صاف شده یا همون استریند یوگورت ماست یونانیه البته که گفتنی های جالب در مورد این ماست چکیده خیلی زیاده مثل این مورد که قدیما وقتی ماست داشته ترش می شده اول کمی با آب قاطیش می کردن، بعد با عملیات کرهگیری چربیش رو می گرفتن یعنی ازش کره می گرفتن بعد اون قسمت ماست آبکی رو قلیزش میکردن و کیسش میکردن و میشده ماست چکیده ترش و خوشمزه و نهایتا هم باز برای ماندگاری بیشترش اونو به شکل توپک های کوچیک در می و جلوی آفتاب خوش میکردن که میشده کشک محلی خوشمزه خودمون یه جالبه بدونید که در کشورهایی مثل لبنان، مصر، سوریه و شبه جزیره عربستان هم این ماست چکیده رو دارن و بهش میگن لبنه و حتی همین ماستای چکیدشون رو میتونن به شکل توپکای کوچیک در بیارن و بعد از خوش کردنشون توی یه ظرف بذارن و روش روغن زیتون و سبزیجات معطر هم اضافه کنن که طبیعتا اینطوری هم میشه یه محصول جدید و خوشمزه و در عین حال پرخاصیت و همینطور با ماندگاری خیلی بالا. اما برگردیم به ماست یونانی که متوجه شدیم اسم فعلی جدید و همهگیر ماست چکیده در دنیا است که به شکل مدرن و کارخونه ای هم در اکثر کشورها تولید میشه البته به روش های مختلف مثلا اول شیر اولیه رو با سیستم قشایی فراپالایش قلیز میکنن یعنی آبش رو به اندازه کافی میگیرن و بعد باهاش ماست درست میکنن یا نه شیر مایه خورده رو با سیستم های قشایی یا عملیات سانتریفیوژی آبگیری کنن و بعد اون رو گرم خانه گذاریش که بشه ماست سفت و غلیظ یعنی ماست یونانی و یا حتی گاهن هم هیچ آبگیری ظاهری روی شیر انجام نمیشه بلکه میان ماده خشک شیری یا همون پروتئین های شیری رو بعضا به همراه یک سری ترکیبات هیدروکلایدی مثل سمخ ها به شیر اولیه اضافه می کنند که اینطوری نهایتا ماستشون میشه یه ماست قلیز و سفت و به نوعی ماست یونانی پس می بینید که برند های مختلف ماست یونانی میتونن به روش های مختلفی هم تولید شده باشن که طبیعتا مطابق قوانین و استانداردهای های تعیین شده خاص خودشونه اما اونچه نهایتاً به لحاظ بافت ما میبینیم اینه که به خاطر ماده خشک بالای شیری و خصوصاً پروتئین‌های شیری بالا این ماست بافت سفتری داره و آبش خیلی کمه و به خاطر همین محتوای پروتئینی بالاش هم ارزش غذایی بالاتری هم نسبت به ماست معمولی داره ضمن اینکه در مرحله آبگیری حالا به هر شکلی صورت گرفته باشه یعنی چه سنتی به روش کیسه کردن یا به روش صنعتی که بهش اشاره شد چون بخشی از لاکتوز همراه بخش آبکی جدا میشه پس محتوای قندی یا لاکتوزی این ماستا هم نسبت به ماست استاندارد کمتره. ضمن اینکه اینم ناگفته نمونه که در این بخش آبکی جدا شده ما کمی از ویتامین های محلول در آب، بتا یا خیلی کم اسید لاکتیک و ترکیبات جزئی دیگر رو هم میتونیم از دست بدیم. که خب از اونجایی که ماده خشک این ماستا به حد کافی بالاست در میزان مصرفی ما در مقایسه با همون مقدار ماست معمولی تأثیری برامون نخواهد داشت. نتیجهگیری نهایی اینکه بسته به درجه تقلیزی که روی شیر برای تولید ماست یونانی به روش کارخونه ای انجام میشه و یا بسته به درجه آبگیری که در روش سنتی و کیسه روی ماست صورت میگیره در صد پروتئین ماست صاف شده یا آبگیری شدهمون یا همون ماست یونانیمون میتونه به 11-12 درصد هم برسه. در صورتی که محتوای پروتئینی شیر گاف به طور متوسط 3.5 درصده و یه ماست استاندارد گاوی هم در حالت معمولش میتونه همین حدود پروتئین داشته باشه پس میشه گفت که انتخاب این ماست برای ورزشکارا بچه ها و افرادی که دوست دارن دریافت پروتئین روزانهشون بالا باشه میتونه گزینه خوبی باشه البته ما ماستای دیگه ای هم داریم مثلا به اسم ماست ایسلندی شاید در موردش در یک اپیزود جداگانه براتون صحبت کنم ولی فقط اینو بگم که ماست ایسلندی تفاوت اصلیش با ماست یونانی در اینه که حتما از شیر چربی گرفته شده درست میشه ولی با این حال نهایتا با وجودی که چربی نداره یه بافت خیلی خامه‌ای و عالی پیدا میکنه که به خاطر ماده خشک بالاش به خصوص پروتئین هاشه و این محصول هم گزینه خیلی مناسبیه برای ورزشکارا چون محتوای پروتئینیش حتی کمی بیشتر از ماست یونانی هم هست خب به آخر این اپیزودمون رسیدیم دوست دارم نظراتتون رو راجع بهش برام بنویسید معرفی پادکست لبنیات و غذا رو هم به دوستانتون فراموش نکنید که این برای من قشنگترین نوع همراهی شماست تا همراهیتون در اپیزود بعدی سلامت باشید و در آرامش